بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داد هر گونه تشدید خشونت در منطقه پیامدهای انسانی وخیمی در پی خواهد داشت که زندگی کودکان را در معرض خطر قرار می دهد. این مرکز در ادامه از طرفهای این درگیری ها خواستار حداکثر خویشتنداری فوری و حفاظت از جان غیر نظامیان شد. بر اساس گفته این نهاد بین المللی، کشته شدن کودکان در کرانه باختری در مقایسه با سال گذشته 250% افزایش یافته است. یونیسف در ادامه افزود از آغاز جنگ در غزه در 7 اکتبر سال گذشته هر دو روز یک کودک فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی کشته می شود. در راستای اقداماتی که در جهت نفرت پراکنی علیه اسلام و مسلمانان صورت می‌گیرد، شهروند آمریکایی به خرابکاری مرکز اسلامی در دانشگاه رادگرز اعتراف کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از القدس العربی، مردی از ایالت نیوجرسی ایالات متحده اعتراف کرد که اموال مرکز زندگی اسلامی در دانشگاه رادگرز را تخریب کرده و با این کار قوانین فدرال ایالات متحده را نقض و مرتکب جرم مبتنی بر نفرت پراکنی علیه اسلام شده است. این اقدام در آوریل گذشته و همزمان با عید فطر انجام شده بود. این در حالی است گروه های حقوق بشری افزایش تهدیدها علیه مسلمانان، عربها و یهودیان آمریکایی را از زمان آغاز جنگ اسرائیل در غزه و لبنان زیر نظر دارند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رویدادهای قتل به اتهام توهین به مقدسات در پاکستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. دفتر منطقه جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 21 مهر با انتشار بیانیه‌ای نگاشته است که یک مرد 52 ساله مسلمان حدود یک ماه پیش از سوی افسر پلیس پاکستان در زندان کویتی این کشور با ضرب گلوله به قتل رسیده بود. بر اساس بیانیه، جمعیت علمای اسلام پاکستان نیز از این اقدام پلیس حمایت کرده است. ماه گذشته میلادی کمیسیون حقوق بشر پاکستان این دو مورد قتل را محکوم کرده و گفته بود که به شدت نگران افزایش این رویداد است. بر اساس گزارش‌ها، در پی حمله گروهی از افراد مسلح ناشناس بر غیر نظامیان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 11 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. منابع به رسانه‌ها گفتند که این رویداد روز شنبه 21 مهر در منطقه کروم و در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. روز گذشته نیز در پی حمله گروهی از تفنگداران ناشناس بر یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان 20 نفر از جمله 4 کارگر افغانستانی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت شرایط اضطراری روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اثر انفجار مخزن گاز در یک پمپ بنزین در گروزنی، مرکز جمهوری چچن، حداقل 4 نفر از جمله 2 کودک جان خود را از دست دادند. در بیانیه وزارت شرایط اضطراری روسیه همچنین آمده است که بیش از 30 مامور آتش نشان به همراه 7 دستگاه خودروی آتش نشانی در عملیات اطفای حریق در این پمپ بنزین شرکت داشتند و در حال حاضر آتش خاموش شده است. گفتنی است ماه گذشته انفجار مشابه دیگری در داغستان، منطقه همجوار چچن، حداقل 13 کشته و 23 زخمی بر جای گذاشت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که دست کم 25 زندانی افغانستانی از زندانهای مختلف عراق آزاد شدند. این وزارت روز شنبه 21 مهر با انتشار بیانیه‌ای گفته که این تعداد از زندانیان روز گذشته از طریق ایران وارد کشور شدند. بر اساس این بیانیه، این افراد به دلیل نداشتن مدارک اقامتی در عراق بازداشت شده بودند.
حساب کاربری نبض طبس در اینستاگرام ویدیویی را. از شغل عجیب و متفاوت زنان روستای دهشور از توابع شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از این منبع، کار زنان در این روستا جدا کردن سنگهای فلورین از میان باطلا است. این باطلاها از معدنی در نزدیکی روستا به این محل منتقل می شود تا فلورین ها جدا شود. سنگ فلورین که با رنگهای مختلفی در طبیعت است، هم کاربرد زینتی دارد و هم در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. گفتنی است منابع این سنگ در طبیعت محدود است و یکی از معادن مهم و خاص آن در شهرستان طبس واقع شده است. تحقیقات جدید تایید می کند که مراقبت از سلامت قلب در دوران جوانی می تواند مغز را در دهه های بعد عمر از زوال عقل در امان نگه دارد. بر اساس گزارش انجمن قلب آمریکا، بیماری های مانند بیماری عروق کرونر، نارسایی قلبی و فیبریلاسیون دهلیزی می توانند یکی از دلایل اصلی زوال عقل باشند. این بیماری ها جریان خون مناسب را مهار می کنند و به ناچار منجر به از بین رفتن سلول ها و بافت های مغز می شود. با این حال شواهد نشان می دهد که اتخاذ یک سبک زندگی سالم و شناسایی و درمان زود هنگام عوامل خطر عروقی ممکن است به حفظ عملکرد طبیعی مغز و کاهش بار بیماری آلزایمر و سایر زوال های عقل مرتبط کمک کند.